لطفا این ویدیو رو تا انتها ببینید و تا میتونید به اشتراک بذارید. میدونید که معمولا چنین چیزی ازتون نمیخوام. عجیبی که دارم ابتدای ویدیوی باربی این حرف رو میزنم، نه؟ بله. سلام، چطورین؟ احسان منصوری هستم. تو این ویدیو میخوام 9 تا حقیقت جالب و بامزه در مورد پروژه کنجکاوی برانگیز باربی بهتون بگم و به عنوان حقیقت آخر یه چیز ترسناک رو که ممکنه ازش مطلع نباشید در مورد فیلم باربی و البته به همون اندازه درباره پروژه اپنهایمر و کریستوفر نولان باهاتون به اشتراک بذارم. پس هم فانه هم حرف مهمی داره این ویدیو. پس لطفاً تا انتها ببینید و کمک کنید که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. فعلا برای شروع محض دستگرمی. اگه برید توی گوگل بنویسید باربی، کل صحنه صورتی میشه و اگه روی این آیکون بزنید ستاره های صورتی هم شروع به درخشیدن میکنن. جالب این که حتی اگه باربی رو فارسی هم بنویسید همین اتفاقا میفته. حقیقت شماره 10، هزینه تبلیغات بیشتر از ساخت خود فیلم. مجله ورایتی گزارش کرد که برادران وارنر 150 میلیون دلار هزینه تبلیغات باربی کرده و این در حالیه که هزینه ساخت کل فیلم 145 میلیون دلار شده. شماره 9، شرکت متل صاحب برند باربی از 15 سال پیش یعنی سال 2009 میخواسته یه فیلم باربی بسازه. سال 2014 پروژه رو سپرد به سونی هم هی بازیگر و نویسنده و کارگردان عوض کرد و هی نشد، تا اینکه 2018 پروژه رو از سونی گرفت داد برادران وارنر. گزینه اول نقش اصلی گالگادوت بود که درگیر پروژه های خودش بود و بالاخره نقش نصیب مارگو رابی شد و فیلم به ثمر نشست. Hey Barbie. Can I come to your house? شماره 8. Hi Barbie. مارگو رابی گفته که اگه شرکت متل قبول نمی‌کرد که توی فیلم باربی های مختلف و متفاوت داشته باشیم و اون وقت با حضور تک باربی این حس رو به دخترها القا می‌کردیم که فقط یه نوع باربی هست و همه باید شبیه اون باشید، این نقش رو اصلاً قبول نمی‌کرد. شماره 7، درآمد 50 میلیون دلاری خانم بازیگر. مارگو رابی علاوه بر بازیگر تهیه کننده فیلم هم هست و اعلام شده که حدوداً 50 میلیون دلار درآمدش از این پروژه خواهد بود. رابی برای ساخت باربی به هر استودیویی که پیشنهاد میداده پشتبندش میگفته که این فیلم قراره بیشتر از 1 میلیارد دلار بفروشه، که البته فروخت. شماره 6، داستان بامزه این که چی شد رایان گاسلینگ نقش کن رو پذیرفت. رایان گاسلینگ توی برنامه جیمی فالن گفت درسته که باربی بهترین فیلمنامه‌ای بود که تا به حال خونده بودم، ولی علت اصلی پذیرفتن این نقش این بود که یه روز دیدم عروسک کن دخترم به صورت روی گلولای حیاط خونم و کنار یه لیموی له شده افتاده. با خودم گفتم یکی باید داستان این مرد بیچاره رو برای دنیا بگه. همون لحظه ازش یه عکس گرفتم و فرستادم برای گرتا و گفتم من کن تو خواهم شد. خوبه بدونید که تنها گزینه گرتا گرویک برای نقش کن از اول رایان گاسلینگ بود. شماره 5، باربی لند و خونه باربی واقعا ساخته شدن، جوری که حتی میشه توش سکونت داشت. Welcome to Barbie's Dreamhouse. و بعد خود عوامل فیلم ویدئویی با حضور مارگو رابی ساختن که همه جای خونه باربی رو نشون میده. رابی توی این ویدئو یه نکته جالبی میگه و اونم اینه که توی باربی لند نه عنصر آب هست نه آتش، فقط باد، اونم برای قشنگ نشون دادن موها. Thank you for coming to see the dream house. I have to get back to set now. Bye bye. شماره 4، باربی رنگ صورتی رو توی دنیا کمیاب کرد. در حین پروسه ساخت فیلم باربی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رنگ صورتی به شکل بین‌المللی کمیاب شده و علتش هم مصرف زیاد این رنگ توسط عوامل سازندگی باربیه. ماجرا از این قراره که گرتا گرویک به سارا گرین‌وود طراح صحنه‌اش تاکید کرده بود که برای پوشش صورتی دنیای باربی از هیچ هزینه‌ای دریغ نکن. اونم ظاهرا گفته چشم. شماره 3، باربی ارجاعات زیادی به فیلم‌های مختلف داره ولی مهمترینش ادای دین به سکانس ابتدایی اودیسه فضایی کوبریک
و جالب ترینش ارجاع به ماتریکس. You can go back to your regular life or you can know the truth about the universe. The choice. You take the blue pill. The story ends. You take the red pill. You stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. The first one, the high heel. You have to want to know. Okay? Do it again. البته این لحظه هم خیلی منو یاد مرلین مور رو انداخت. شماره 2. با عبور فروش باربی از مرز 1 میلیارد دلار، گرتا گرویک تبدیل به اولین زنی در تاریخ سینما شد که فیلمش به چنین فروشی دست پیدا میکنه. Barbie is a film about being human, about becoming human. امروز یعنی 25 مرداد فروش باربی به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده. و این در حالیه که اوپنهایمر رقیبش در گیشه تا این لحظه 651 میلیون دلار، یعنی تقریبا نصف اون فروخته. البته اینو فراموش نکنیم که باربی فیلمی از سینمای سرگرم کننده برای تمام سنینه و اوپنهایمر با تعیین کردن محدودیت سنی 17 سال برای تماشا بخش بزرگی از بینندگانش رو از دست داده. هر نسبت خودش خوب فروخته. گرویک فیلمنامه باربی رو همراه با همسرش نوآ بامبک نوشت. ایشون سازنده فیلم برنده اسکار مریج استوریه. خانم آقا هر دو برنده اسکار. و اما حقیقت شماره 1، باربنهایمر. با من حقیقت آخر و مهمترین چیزی که توی این ویدیو میخواستم بهش اشاره بکنم، میخوام در مورد چالش باربنهایمر حرف بزنم. احتمالاً خیلی هاتون توی فضای مجازی باش مواجه شدید. منظورم همون میمهای ترکیبی به شکل عکس و ویدیو از اوپنهایمر و باربیه. شاید اولین کسی که این کارو کرده احتمالاً ربط مستقیمی به استودیوها نداشته، کار خلاقانه‌ای کرده، ولی بعداً بُعد تبلیغاتی برای گیشه هر دو فیلم پیدا کرد. خیلی کار ترسناک و اشتباهیه به نظرم. بمب اتم صورتی و گوگولی نیست. سلاح کشتار جمعیه. هزاران نفر رو کشته، جون میلیون‌ها نفر رو میتونه بگیره. میتونه کل کره زمین رو نابود بکنه. بمب اتم مثل باربی خوشگل و صورتی و فانتزی نیست. نباید وجهه خطرناکش توی ذهن مردم کم رنگ بشه. حتما فیلم باربی همچین پیامی رو نمیخواد برسونه. فیلم اوپنهایمر هم اصلا همچین پیامی نمیخواد برسونه. اتفاقا مقابل این پیام ایستاده. اما این چالش تبلیغاتی خواسته یا ناخواسته داره این کارو میکنه. مراقب باشیم رسانه چه چیزی رو داره توی ذهن ما میکاره. مراقبت بکنید. دوستان نظر شما هم در مورد این مسئله بدونم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و به دردتون خورده باشه. مخلصم و مثل همیشه در تماسیم.